دوستان سلام، سارا هستم و اینجا چنل یوتیوب پرشین آکادمی. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه اتفاقی که من دیدم توی یوتیوبرای تازه کار بیشتر اتفاق میفته و بعضی بچه‌ها این کارو انجام میدن، اینه که یا میان موضوع چنلشون رو کامل عوض میکنن، یا حتی اگر موضوع رو به کل عوض نمیکنن، یه سری ویدیو لابلای ویدیوهای اصلیشون میذارن که هیچ ربطی به اون موضوع اصلی نداره. حالا این کارو بکنیم یا نکنیم، اگر بکنیم چه اتفاقی میفته، اگر نکنیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید، تو دیدگاه اول شما فکر میکنید که خب من بیام 10 تا موضوع مختلفو پوشش بدم، وقتی 10 تا رو پوشش بدم قطعا میتونم مخاطبای بیشتری داشته باشم، پس چنلم بزرگتر میشه، قدرت بیشتری داره. اما اگر شما بیاید به طور کل موضوع یک چنل رو عوض کنید، یا حتی یه سری ویدیوهای حاشیه‌ای لابلای چنلتون منتشر کنید، یک، در درجه اول خود یوتیوب رو گیج میکنید که این چنل بالاخره دسته‌بندیش چیه. یوتیوب خودش باید چنل شما رو تو چه دسته‌بندی بذاره؟ گیم بذاره، آشپزی بذاره، آموزش موسیقی بذاره، تکنولوژی بذاره، چی بذاره؟ و تا زمانی که یوتیوب گیج باشه، ندونه کجا باید بذاره چنلتون رو، هیچ کجا قرار نمیده، ایمپرشن پیجتون به شدت میاد پایین و بازدید بالایی نمیگیره. چون خب همونطور که میدونید نزدیک 70-80% بازدید چنل یوتیوب شما از سرچ و اینا نیست، از ایمپرشن خود یوتیوبه. پس اگر خود یوتیوب رو گیج کنید، موضوعتون رو هی عوض کنید، گیج میشه و ایمپرشن پیجتون به شدت میاد پایین. مشکل دومی که براتون پیش میاد اینه که زمانی که شما میاید موضوع رو عوض میکنید و انتظار دارید سابسکرایباتون زیادتر بشه، نه تنها زیادتر نمیشه، بلکه همین تعداد سابسکرایبی هم که دارید اونا میان آن سابسکرایبتون میکنن. چرا؟ چون طرف به خاطر یه چیزی اومده چنل شما رو سابسکرایب کرده، مثلا شما گیم بازی میکردید، با گیم بازی کردن تون حال کرده، اومده سابسکرایب کرده. زمانی که دیگه گیم بازی نمی کنید، یه ویدیو دیگه میذارید، اون آدم میخوره تو ذوقش و یه سری اتفاقا میفته، یا میاد آن سابسکرایبتون میکنه که همون تعداد سابسکرایبتون هم میپره، یا تبدیل میشه به سابسکرایب روح که اگر این اتفاق بیفته بدتر از اینه که آن سابسکرایبتون کنه. یعنی اگه بیاد آن سابسکرایب کنه خیلی بهتر از اینه که تبدیل به سابسکرایب روح بشه، که حالا راجع به این سابسکرایب روح هم یه دونه ویدیو دارم که اگر این اتفاق بیفته چه بلایی به سر یوتیوبتون میاره. یا ممکنه هم هست که کلا شما داستان یه چنل رو عوض کنید، به کل موضوعشو عوض کنید. یه مخاطبی که قبلا شما رو سابسکرایب کرده بود توی هوم پیج یوتیوبش همینجوری داره قدم میزنه، یه دفعه میبینه که این چنله دیگه چیه؟ چرا من نه لوگوشو میشناسم، نه ویدیوشو میشناسم، نه اسمشو تا حالا دیدم، من کی اومدم اصلا اینو سابسکرایب کردم؟ و واسه اینکه انقدر خورده تو ذوقش اصلا میاد بلاک میکنه چنل یوتیوبتونو، و بازم خیلی مشکل بدی برای چنل یوتیوب شما به وجود میاد. پس بچه‌ها سعی کنید اصلا و ابدا تو یوتیوب از این شاخه به اون شاخه نپرید. قبل از اینکه بخواید وارد دنیا یوتیوب بشید، برید کامل تحقیق کنید، موضوع درست رو انتخاب کنید و یه موضوع رو که پیدا کردید دیگه تا آخر بچسبید بهش. اگرم یه موضوع دیگر رو میخواید پوشش بدید، برید توی یک چنل یوتیوب دوم این کار رو بکنید، که خب این هم که شما دوتا چنل یوتیوب داشته باشید یه موضوع خیلی بزرگ و خیلی کار سختیه، ولی اگر میخواید یه موضوع دیگه داشته باشید حتما برید توی یه چنل یوتیوب دیگه. این هم چون من میدیدم خیلی بچه ها ویدیوهای سردرگم میذارن، یا یه سری از بچه ها ویدیو میذارن بعد کلن داستان چنل رو عوض میکنن، لازم بود که این موضوع رو بهتون بگم که حواستون باشه به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید. خب حالا که راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم، از شمایی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید دعوت میکنم که چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگوله نوتیفیکیشن حتما کلیک کنید. ویدیوهای آموزشی خیلی زیادی راجع به دنیای یوتیوب دارم که اگر اون ویدیوها رو ببینید خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید توی دنیای یوتیوب موفق تر باشید. همینطور علاوه بر این ویدیوها با یه سری یوتیوبرها مصاحبه کردم که به مرور زمان تمام این ویدیوها رو برای شما منتشر میکنم. پس چنل رو سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگوله نوتیفیکیشن کلیک کنید و هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا هر سوالی هم که دارید حتما توی قسمت کامنت ها برای من یادداشت کنید.